هفته گذشته بازار آرامی را شاهد بودیم. این هفته هم انتظار کم نوسان بودن مارکت را داریم. حال با هم به مرور تقویم اقتصادی 24 تا 28 ژوئن می‌پردازیم. دوشنبه 24 ژوئن طبق روال هفته‌های گذشته که اولین روز کاری هفته است، روز کم خبری از لحاظ تقویم اقتصادی می‌باشد. اما اعلام تراز تجاری نیوزلند، گزارش بانک مرکزی آلمان و جلسه اتحادیه اروپا از مهمترین خبرهای این روز است. سه‌شنبه 25 ژوئن مهمترین اخبار از سشن آمریکاست که شامل CPI همان شاخص قیمت مصرف کننده کانادا، شاخص اعتماد مصرف کنندگان مؤسسه CB، شاخص ریچموند و اعلام میزان ذخایر نفت خام آمریکاست. روز چهارشنبه 26 ژوئن شاخص قیمت مصرف کننده استرالیا، صدور مجوزهای ساختمانی و فروش خانه‌های نوساز در آمریکا و شاخص خرده فروشی و عمده فروشی کانادا است. پنجشنبه 27 ژوئن شاخص خرده فروشی ژاپن، انتظارات تورمی مؤسسه ملبورن استرالیا، سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان، مطالبات بیکاری آمریکا و از همه مهمتر تولید ناخالص داخلی آمریکا، سفارش کالاهای با دوام و آمار خانه‌های در انتظار فروش ایالات متحده این روز را به مهمترین روز هفته تبدیل کرده است. و اما جمعه 28 ژوئن بانک نیوزلند تعطیل می‌باشد، اما ژاپن روز شلوغی را تجربه می‌کند. شاخص قیمت مصرف کننده در نسخه نهایی، نرخ بیکاری، آمار تولید صنعتی ژاپن اعلام می‌شود. در اروپا خرده فروشی، نرخ بیکاری آلمان، تولید ناخالص داخلی انگلستان و کانادا، شاخص PCE یا همان هزینه‌های مصرفی خانوار در آمریکا جمعه را به روز مهم مارکت تبدیل کرده است. هفته پرسود شادی را برای شما آرزومندیم.